اول یه نکته باید توجه قرار بگیرین. مبارزه با سلول انفرادی که نرگس سالها داره انجام میده یک تاریخ نیست، این یه وسیله است که جمهوری اسلامی برای فشار و اعتراف گرفتن بر زندانیان اعمال. اون خانم سارا تبریزی مدتی که زندانی در انفرادی بوده براش کابوس بوده و بازجو مدام تهدیدش میکرد که دوباره به سلول انفرادی باید برگرد. پس یه مسئله دوم مرگ این خانومه. ببینید قوه قضاییه ایران میگه اینا دارای پاسپورت جعلی بودن، این نصف قضیه است، اصل قضیه رو نمیگه. خانم تنها دستگیر نشده، این خانم وقتی که آزاد میشه وزارت اطلاعات مثل با تجربه من احضار که رسمی هم نیست، قوه قضاییه چیزی نیست در مقابل وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات تلفنی میخواد، وقتی میخواد تهدید میکنه. چه تهدیدهایی شده از این دختر خانم جوان قصد داشته ایران رو ترک کنه که به این به خودکشی یا حتی به مرگ مبتلا شده؟ ببین اینجاست که رژیم مسئوله، یعنی نظام در حقیقت این خانومی است که در مورد دستمایه فشار و تهدید ماموران امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته و این مرگ بعد از اون صورت قرار قوه قضاییه به میزان که معمولا پاسخهای نادرست یا نسبه میده در حقیقت میخواد کشمان کنه واقعیتی که چرا اینا دستگیر شدن و چرا دوباره احضار شده و تو انفرادی و صحبت‌های بازجو چی بوده است این دختر جوان و این چنین دچار مشوش کرده. آقای رحمانی، حالا مسئولیت حکومت در مرگ مشکوک سارا تبریزی، آنچه فعالان زن زندانی در اوین در نامه‌شون مطرح کردن، جمهوری اسلامی رو به واقع در جامعه جهانی چگونه زیر فشار قرار خواهد داد؟ ببینید جمهوری اسلامی در حقیقت جامعه جهانی که شما میگید حرف گنگی، جامعه جهانی کشورهای غربی معمولا با جمهوری اسلامی رو هستی درگیری دارن، اون مسئله حقوق بشر زیاد جدی نیستن. ما باید این نهادهای مدنی غرب و همچنین شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی مورد سوال قرار بده. تک تک این مرگ ها باید از نماینده های جمهوری اسلامی که میان در ژنو و همه چی دروغ میگن مورد سوال قرار بگیره. این حساسیت باید بره، برگشتش تو خود جامعه ایرانه. واقعیت اینه که نهادهای حقوق بشری چندان دستمایی برای دخالت مستقیم و اصلاح امور در کشورها ندارن و غرب هم عموما در این رابطه با یه سری محدودیت های مثلا غرب مسئلهش نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه است. مسئله دموکراسی در ایران چندان مسئله دولت های غربی نبوده و این هم چیز عجیبی نیست، ولی این مقاومت در جامعه ایرانه. ما باید با افشا و جهانی کردن این و بعد مقاومتی که در داخل ایران صورت میگیره اون موقع کمک های غرب هم میتوانه مؤثر باشه. اینکه ما فکر بکنیم غربی ها بیاین برای این حرکت ها کار مهمی انجام بدن، نه، این خیلی ساده. غرب یه مقدار شرایط مهاجرت ایرانی ها رو ساده تر کنه، پناهنده های سیاسی که وارد ترکیه میشن تحت فشارن در عراق. چرا بعضی از امکانات قطع اینترنتی که شرکت های بین المللی میکنن، چرا غرب این شرکت های تحت فشار قرار نمیده که محدودیت اطلاع رسانی برای ما خیلی فاجعه باره. ما نیاز به اطلاع رسانی آزاد هم داریم. ببین اینا خواسته هاییست که خواسته های مدنیست که مردم ایران از کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن میباشه. سپاسگزارم آقای تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر رئیس محمدی، زندانی سیاسی برنده نوبل صلح.